بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره نورانی قرآن و اطرت تو حرم آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام هستیم. بحثمون هم عوامل تربیت از دیدگاه قرآن و اطرت است. اگر کسی میخواد تربیت بشه حتما باید فرصتها را دریابد. یک، فرصت یابی و فرصت شناسی. دو، حتما باید از عنصری به نام دعا حد اکثر استفاده را ببرد. سه، باید انسان نصیحت پذیر و موعظه پذیر باشد، در همه حالات شاگرد باشد در این عالم هستی، به تعبیر ما دانش آموز باشد. ولو پیغمبر اکرم است، خدا می فرماید بگو و قل رب زدنی علما، اهل آموزش پذیری باشد. چهار، حتما اهل تعقل و تفکر باشد. پنج، حتما اهل تطهیر باشد. کسی میخواد تربیت بشه باید اهل طهارت و تطهیر باشد به وسیله استغفار. و ششم، این که اهل تدبیر دینی باشد. تدبیر دینی به این معنا اگر ما تو دایره دین عمل بکنیم، نه اضطراب خواهیم داشت، نه انحراف و نه سقوط. انسان ها دچار این سه بلیه میشن، انحراف و اضطراب و سقوط. اگر تدبیر دینی داشته باشیم این مشکل گریبانگیر ما نمیشود. عامل هفتم برای تربیت توکل است. توکل و تفویض، عامل هفت و هشت رو با هم میگم. توکل یعنی چی؟ آقا توکل از ماده وکالت میاد. شما چه وقت یه نفری رو وکیل قرار میدید؟ وقتی بهش اعتماد دارید، ها، میگید این کار بلده، کارمو میسپارم به او، هر چی او بگه من انجام میدم، چون کاردانه، کار بلده، میفهمه چه کار بکنه. توکل یعنی ما اعتماد کنیم به خدا، هم اعتماد کنیم به خدا هم تکیه کنیم به خدا. هر چی خدا گفته بگیم چشم. توکل نتیجه ایمان به خداست. اگر ما اعتماد به خدا کردیم، خیلی قشنگه ها، اگر اعتماد به خدا کردیم قطعا ما سه تا کار رو از خدا میخوایم. هر کی اعتماد به خدا بکنه سه تا کار رو از خدا میخواد. ببینیم ما تو زندگیمون این سه تا رابطه رو با خدا داریم. این معنی توکله ها، این معنی توکله. آدم وقتی به یه نفر خیلی اعتماد داره، به یه نفر خیلی اعتماد داره، تو تمام کارهاش هر وقت مشکلی داره، مسئله‌ای داره، به اون شخصی که اعتماد داره یادش میفته. اولین نفر اونه. به عنوان مثال ها، شما یه نفر رو خیلی قبولش دارید، بابای شماست، دایی شماست، عموی شماست، تو خواهرای بزرگتری دارن، خیلی قبولش دارن. توی لسان عرف مردم میگن ای آقا ای خانم آبم میخواد بخوره، باید بره از او فلانی مشورت بگیره. حرف حرف اونه. خب من و شما مگه اعتماد به خدا داریم، باید آب میخوایم بخوریم بریم سراغ خدا، اعتماد کنیم به خدا، اعتماد کنیم به خدا. یه بار دیگه در این جایگاه مقدس عرض کردم، یا ایها الذین آمنو، های قرآن معناش اینه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که به خدا ایمان آوردید به خدا اعتماد کنید، به خدا اعتماد کنید. حالا دو سه نمونه رو براتون بگم، دو سه نمونه رو بگم از اعتماد به خدا. من شرایط مختلف هم عرض بکنم. حضرت ابراهیم خلیل
علیه السلام به خدا اعتماد داشت. خدا فرمود چاقو رو بذار روی گلوی اسماعیل. ابراهیم میدونست اسماعیل بچهشه، بابا چاقو بذار روی گلوی بچهش خیلی سخته، بابا حاضر نمیشه خار تو دست و پای بچهش بشه بره، چطور چاقو بذاره؟ اما ابراهیم علیه السلام اعتماد به خدا داشت، گفت اگر ابراهیم تو به اسماعیل مهربانی، خدا از تو مهربان تر است، هر چی کار خدا میگه بکن. حضرت اسماعیل هم به خدا قشنگ اعتماد داشت. حضرت ابراهیم خوابش رو با حضرت اسماعیل در میون گذاشت، پسرم خدا فرموده تو رو چاقو بذارم قربانیت کنم. چقدر قشنگه ها آیه قرآن، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا همونی که خدا گفته انجام بده. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، حتما منم به اون چیزی که خدا میگه صبر میکنم، به اون چیزی که خدا میگه صبر میکنم. سه تا علامت داریم ما تو توکل. علامت اول این که به خدا ایمانمون رو زیاد کنیم، اعتماد کنیم به خدا. حضرت ابراهیم نگفت آی خدا تو خواب به من گفتی قبول نیست، چون بهانه میتونه بیاره دیگه، تو خواب گفتی قبول نیست، مگه میشه بابا بچه کش بشه؟ ولی ابراهیم یه دو تا چهار تا کرد، گفت ابراهیم تو بابایی، خدا خالقه، خدا خالقه، من که از تو به تو مهربانترم، از تو هم به بچت مهربانترم. خدا به از ابراهیم امتحانای سختی داشت، ما باید تو امتحانامون اعتماد کنیم به خدا، تو امتحانامون اعتماد کنیم به خدا. خدا به حضرت ابراهیم گفت هاجر رو و اسماعیل خردسال شیرخواره رو بگذارش تو سرزمین بی آب و علف. مکه‌ای که الان میبینید آباد شده به دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل آباد شده. قبل از اینکه حضرت ابراهیم و اسماعیل اونجا بیان اصلا اونجا آبادانی نبوده، یه بیابون بوده، خانه کعبه هم زیر خاک بوده، دیده نمیشده که حضرت آدم بناشو گذاشته بوده، هیچی دیده نمیشد. حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو حضرت خدای و تبارک و تعالی به ابراهیم فرمود اینجا بذار، بعدش هم خودتم برو، بابا این زن بچه اینجا توی بیابون چی بذارم؟ ابراهیم تو اگه به زنت مهربانی ما از تو بگی مهربانترین، ما از تو مهربانترین. الان بعضی از پدر مادران میگن آی خدا این دختر 9 ساله من چی گناهی کرده بعد روزه بگیره، این پسر 15 ساله من هنوز ضعیفه چی گناهی کرده بعد روزه بگیره. آی پدر مادر، اگه شما به بچهتون مهربانید خدا از شما به بچهاتون مهربون تره. خدا میخواد دختر 9 ساله تو بزرگ بشه، پسرت بزرگ بشه، دوست نداری بچهات بزرگ بشن؟ اگه خدا به من و شما گفته سحر بلند شو نماز بخون، بعضیا نگن آی خدا چرا دوست نداری ما تو خواب ناز ادامه بدیم خواب نازمون رو. خدا به فریاد میزنه بابا من از تو به خودت مهربانترم، اعتماد بکن، اعتماد بکن به من. خدا به مادر موسی نمونه دوم، بابا کدوم مادریه که بچه شیرخواره رو بگذاره تو جعبه صندوقچه ول کنه رو رودخونه خروشان؟ ولی خدا به حضرت مادر موسی گفت بچه شیرخواره تو بذار تو صندوقچه، چون از دست فرعونیان امان نداشت دیگه، بذار رو آب. بابا خیلی سخته بچه شیرخواره رو، الان بچه شیرخواره رو تو گهوارش هم تنها نمیگذارن، تو خونه هم تنها نمیگذارن. خدا به مادر موسی میگه بذار تو صندوقچه ولش کن رو آب، بابا این صندوقچه میره زیر آب بچه هم خفه میشه. خدا میگه به من اعتماد کن مادر موسی، تو اگه مادری من خدای موسایم، تو به من اعتماد کن، اعتماد کن، من هم بچه تو حفظ میکنم هم بهت بر میگردونم. خب فرعونی که این همه بچه کشته تا موسی به دنیا نیاد، خدا به دلش میندازه، به دل آسیه میندازه این صندوقچه رو از تو آب بگیرید. عجب بچه قشنگیه، چه بچه نازنینیه،
این بچه رو خودمون بزرگ کنیم. بابا شاید این بچه همون بچه باشه که میخواد دودمان رو ما رو به هم بریزه. آسیه میگه نه 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 نه، همسر فرعون میگه نه، بذار این بچه رو بزرگش کنیم. این بچه رو میخوان بزرگش کنن، خب شیر میخواد. هرچی دایه آوردن این بچه سینه دایه ها رو نگرفت. خیلی قشنگ ها. یه نفر اومد گفت میخواید من یه دایه معرفی کنم؟ دایه معرفی کردن و دایه کیه؟ مادر موسی است. وقتی بچه اومد تو بغلش گفت آخ قربونه تو خدا بشم. مردم بیاید به خدا اعتماد کنیم، به خدا اعتماد کنیم. اگه قرار است تربیت بشیم، ما به دکترا اعتماد داریم ها، به این شبکه‌های مجازی که سر همه رو دارن کلا میگذارن اعتماد داره ها. پیامک بفرست، شماره کارتت هم بفرست، شماره شناسنامت هم بفرست، بهت نمیدونم جایزه میدیم، همه پولای تو حساب مونم میدوزدن، آش رو هم با جاش میخورن ها، اعتماد میکنن همه. به این شرکت های بازاریابی هرمی که همشون حرومه اعتماد میکنن، میرن پولاشون رو میذارن ها. به بعضی از این مؤسسات مالی که پول مردم رو جمع میکنن، میرن پول میگذارن که آش رو با جاش میخورن، ولی به خدا اعتماد نمیکنن. خدا میگه بیا خمس تو سالانه به من بده، زکات تو بده، من به پول تو احتیاج ندارم، به من اعتماد کن، من پول لازم ندارم، میخوام به تو برکت بدم. اعتماد نمیکنم. ببینید علامت های توکل یکیش اعتماد به خداست. اعتماد به خدا، اعتماد به خدا یعنی چی؟ یعنی بگم خدای هر چی تو گفتی و سمعا و طاعتا. آیه قرآن بخونم و یسلمو تسلیم، هر چی تو گفتی، چون تو مهربان تری، تو آگاه تری. نمونه بعدی چیه؟ الله اکبر، الله اکبر. خدا به امام حسین میگه، البته به پیغمبر میگه، ای پیغمبر ما دوست داریم حسین تو را کشته ببینیم. حسین باید بیاد کربلا. پیغمبر نگفت آی خدا حسینم رو خیلی دوست دارم، حسین جان کربلا نریا. امام حسین هم نگفت آی خدا حالا که قرار این سفر من کشته بشم نمیرم. نه، به خدا اعتماد دارم، میدونم اگر خدا حیات دنیاییمو بگیره، حیات جاودان به من بگیر میده. احیاء ولکن لا تشعرون، احیاء عند ربهم یرزقون. الان ابی عبدالله الحسین از هر زندهی زنده تره تو عالم، از هر دکتری بیشتر داره شفا میده، از هر دستگیری بیشتر داره دستگیری میکنه، از هر معشوقی بیشتر عاشق داره. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ اعتماد کرده امام حسین. پس اولین علامت توکل اعتماد به خداست مردم. یعنی وقتی خدا فرمود خانما، خوب قشنگ بگیم اعتراض به حکم خدا نکنیم. اعتماد آری، اعتراض هرگز. وقتی خدا به خانم ها میگه پوشش شما با پوشش آقایون فرق داره، نگیم خدایا تو داری بین ما و آقایون فرق میگذاری، هم تو خدام نعوذ بالله طرفدار مردایی. نگیم این حرفا رو، اعتماد کنیم به خدا. اگر خدا میگه تکلیف شما خانم ها با تکلیف آقایون فرق داره، تکلیف شما خانم ها بیشتر تو خانه، تکلیف آقایون بیشتره، نگیم نه خیر ما حرف خدا رو قبول نداریم، ما میخوایم پا به پای مردا تو جامعه بدویم، روی مردا رو کم بکنیم، به اونا هم یاد بدیم ما خوب بلدیم پول در بیاریم، دستمونم پیش شما دراز نکنیم. این بی اعتمادیه به خدایه، بی‌اعتمادیه به خدایه، بی‌اعتمادیه به خدایه. اینا اعتراضایی است که بعضیا دارن. بعضی از خانما میگن حاجا چرا خدا به مردا اجازه داده در آن واحد چند تا همسر داشته باشن ولی به زنا اجازه نداده؟ خب چرا فرق؟ گفتم اعتماد کن به خدا. همه احکام خدا سری دارد، اسراری دارد. حالا بعضی وقتا اسرار شما میفهمیم، بعضی وقتا اسرار شما نمیفهمیم. هر حکمی خدا گفته به نفع من و شماست، اعتماد کنیم به خدا.
اگه خدا ارث زن رو با ارث مرد فرق گذاشته، دیه زن رو با دیه مرد فرق گذاشته، پوشش زن رو با مرد فرق گذاشته، تکالیف زن رو با مرد فرق گذاشته، به خدا اعتماد کنیم. به خدا اعتماد کنیم. توکل معناش اینه کسی میخواد تربیت بشه باید به مربی اعتماد کنه. گاهی وقتا دیدی تو باشگاه های ورزشی ورزشکاره میره میخواد فوتبالیست بشه، آقای مربی میگه گردن تو اینجوری جوری کن، میگه گردن من چه ربطی به فوتبال مثلا داره؟ تو من بلد نیستم، خیلی مثال دارم میزنم. مربی میگه به من اعتماد داری یا نه؟ بله. پس حرف بگی نزن. یک مثال خنددار میخوام بهتون بزنم. بنده خدا رفته بود دکتر، گفته بود آی دکتر سرم درد میکنه. گفته بود آمپول باید به پات بزنم. گفته بود من سرم درد میکنه، تو میخوای آمپول به پام بزنی؟ دکتر گفته بود به من اعتماد کن، من میفهمم دارم چیکار میکنم. اگه قراره به دکتر اعتماد کنیم، به مربی اعتماد کنیم، به مهندس اعتماد کنیم، بیاید به خدا هم اعتماد. اعتماد یعنی اعتراض ممنوع. بپرسیم، پرسش اشکالی نداره. تو قرآن خیلی داریم، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الانفال، یسالونک عن الروح، و اذا سالک عبادی. هر چی میخونید میخواد سوال بکنید بپرسید، ولی اعتراض نه، اعتراض نه. اعتراض به حکم خدا بکنیم ایمانمون خدشه‌دار میشه. دیدید همتون دیگه، شنیدید روز قدیر خم، روز ولایت آقامون امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، وقتی حکم ولایت امیر المؤمنین از طرف پیغمبر اعلام شد، من کنت مولا فهازا علیون، مولا مردم خدا فرموده، علی امروز مولای شماست، آقای شماست، ولی شماست. یه نفر اومد جلو گفت یا رسول الله حکم خودت بود یا حکم خدا بود؟ فرمود حکم خدا بود. گفت اگه حکم خودت که قبول ندارم، اگه حکم خداست به خدا بگو طاقت ندارم ولایت علی رو قبول کنم. اگه حکم خداست یا یه حکم رو بذاره کنار، یا یک سنگی بیاد بر سر من. سأل سائلان به عذاب واقع، سنگی فرود آمد و به درک واصل شد. مردم اگر اینجا سنگ اومده، کس بعضی از آدم ها میگن ما یه حکم خدا رو قبول نداریم. یادتونه جبهه ملی اول انقلاب نامه دادن که ما قصاص رو قبول بگید نداریم. امام فرمود هر کس حکم خدا را قبول ندارد مرتد است، یعنی ایمان نداره، کافر شده. مگه اجازه داریم ما حکم خدا را قبول نکنیم؟ قصاص حکم خداست، احکام خدا رو باید قبول کنیم. این علامت تربیته. هر کی میخواد بفهمه تربیت میشه یا نه، من حتی این تعبیر رو گفتم، یه تعبیر لطیفیه، مخصوصا خواهرها زیادی گوش بدن. هر کی میخواد ببینه ایمانش چقدره، هر حکم خدایی بهش رسید بگه آخ جون چه حکم قشنگی، ها کیف میکنه آدم. حالا یه نمونه رو برای خواهرها بگم، حتما خواهرها بهم اجازه میدن. خواهرها وقتی وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطبه عقد امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو اجرا کردن و بعد این عروس و داماد وارد خانه شدن، پیغمبر اکرم فرمودن حکم خدا، حکم خدا. چون پیغمبر هیچ چیزی غیر از حکم خدا نفرموده. قرآن میگه ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از رو هوای نفس حرف نمیزنه، حکم خدا رو میده. خوب گوش بدید، حکم خداست. فاطمه جان حکم خدا اینه زن از پاشنه در به داخل خانه بیشتر کاراش اینجا باشه، هر وقت ضرورت اقتضا شد بیاد بیرون. مرد از پاشنه در به بیرون خانه هر وقت لازم شد بیشتر بره تو خونه بشینه.
حکم خدا اینه. فاطمه زهرا اینجا این جمله آخجون رو فرموندن، فرموندن بابا بنابر نقل، هیچ چیزی به اندازه این حکم خدا دل فاطمه رو خوشحال نکرد. حالا اگه الان به خانما بگیم خانما اگه میخواید خانواده سالم باشه، جامعه سالم باشه، دنیا سالم باشه، الکی بیرون از خانه پرسه نزنید. ای آجاها شما میخواید ما رو تو خونه زندانی کنید؟ من راجب خانمای شاغل سه گروه هم یه بار تو رسانم، تو مباحث رسانم گفتیم ها. یک دسته از خانمهای شاغل یک شغلایی رو انتخاب کردن که مخصوص بانوانه، اینا دارن مجاهدت میکنن، خدا خیرشون بده، دکتر زنانه، تزریقات بانوانه، اینا لازمه حتما بیان، خدا هم خیرشون بده، اینا مجاهدت میکنن، مانعی نداره، ضرورت. یک دسته از بانوان اومدن بیرون شاغل شدن، سرپرست خانوارن، بعد برای بچه هاشون خرجی ببرن. اگر مؤمنین و مؤمنات و حکومت کمک نکنه، اینا خودشون باید برن زندگی رو بچرخونن، اینا هم دارن مجاهدت میکنن، خدا خیرشون بده. اما یک دسته از خانما غیر از او دو دسته آمدن بیرون از خانه دنبال شغلای مختلف میگردن، برای پوزش، برای هوا و نه هوای نفسشون، اینا قطعا دارن گناه میکنن، هم دارن اشتباه میکنن، هم خانوادهشون رو به هم میریزن، هم جامعه رو. چون اینا وقتی برای پوز میان بیرون حتما سابکارشون میگه یکم خودتم آراگیرا بکن که مشتری رو جذب بکنه دیگه، هم خانوادهشون رو به هم میریزن، هم جامعه رو به هم میریزن. برای چی؟ به خاطر که در مقابل حکم خدا دارن اعتراض عملی میکنن ها. هر کی میخواد بدونه چقدر توکل داره، ببینه چقدر در برابر حکم خدا چشم میگه. آی مردا، حالا برای خانما گفتیم، برای شما هم بگیم، خیلی خوش به حالتون نشه. حکم خدا اینه سالی یک بار خمس بدید. خجالت میکشم الان بگم چند نفر از همین جمعی که تو حرم امام رضا خمس رو مرتب میدن، بهانه میارن دیگه، در میرن. اینا دارن اعتراض عملی میکنن به حکم خدا. اونایی که خمس نمیدن، اونایی که زکات نمیدن، اونایی که به زن بچه‌شون نفقه درست نمیدن، اینا دارن از حکم خدا فرار میکنن، اعتراض میکنن. توکل یک، سه تا شاخصه داره، عرض بکنم تمام. توکل یعنی اعتماد به حکم خدا و اعتراض نکردن. اعتماد آری، اعتراض هرگز. اعتماد آری، اعتراض هرگز. بذار یه خاطره بگم، اول یه دعا میکنم، اگه خوب آمین گفتید خاطره رو میگم. خدایا زیارت خانه ات، قبور اولیاء ات، سرزمین منا و عرفات و مشعر با عافیت و معرفت و نابودی آل سعود خبیث نصیبی جمع بفرما. بارک الله. ولی یکم نیش داره این تیک خاطره من، بگم یا نه؟ نیششو نوش جانتون میشه، نیشش ها، ولی نیش خوبیه، نیش عقرب نیست، مال زنبوره، خاصیت داره، اصلیه. تو سرزمین منا بودیم، جاتون خالی، حج واجب. سرزمین منا حاجی باید چه کار بکنه؟ سنگشو به شیطون بزنه، قربانی بکنه، بعد سرشو چه کار کنه؟ بتراشه. حاجی های خوشتیب سر میخوان بتراشن، تیپشون به هم بیخوره، شروع کردن دبه در آوردن. حاج آقا یک تبصره ای نداریم کلمون ما نتراشیم؟ یک گوشه کناری، خلاصه یه راکاری، حاضریم خسارت بدیم، حاضریم چه کار بکنیم، حاضریم چه کار بکنیم. هی گفتن و گفتن و گفتن، ما هم فقط نگاهشون کردیم و خندیدیم. گفتن چرا میخندی؟ یه نفر یه نکته گفت، این جمله رو من به حاجی ها گفتم، بگم به شما هم؟ نیشش هم اینجا یا بگم؟ چشمامو بستم، گفتم بعضیاتون یه عمری شیطون گفت صورتاتونو بتراشید، دبه در نیاوردید، یک بار خدا گفته سر بتراشید، دبه در آوردید. یعنی بیعتمادیه به خدا. خدا گفته بود صورتاتونو بتراشید؟ به حرف شیطون کردی، دبه در نیاوردید، ولی خدا میگه یک بار سرتو بتراش، داری دبه در نیاوردید. یعنی نقص توکل، یعنی کمیت توکل میلنگه. توکل یعنی اعتماد به خدا، اعتماد به خدا،
اعتماد کن به خدا، اعتراض نکن. دو، شاخصه دوم توکل چیه؟ این شاخصه دومش خیلی سخته، ولی میگم اگر اعتماد به خدا کردی، هر جور او کارگردون چرخوندت، صدا در بگید، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. توکل معناش اینه من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. برای خدا تعیین تکلیف نمی کنم، برای خدا تعیین تکلیف نمی کنم. مریض داری، برای شفای مریض دعا کن، ولی به خدا بگو هر چی تو مصلحت میدونی، هر چی تو مصلحت میدونی. بیکاری، برای کار داشتن دعا کن، ولی بگو هر چی تو مصلحت میدونی. خدایا ما خونه ندارم، همسر ندارم، اولاد ندارم، ماشین ندارم، برای همه اینا دعا کن، ولی به خدا بگو هر چی تو مصلحت میدونی. برای خدا و وقتی اگه خدا فتیل پیچت کرد، خدا گاهی وقتا بنده هاشو چکار میکنه؟ الان آیه شو میخونم، آیه فتیل پیچ تو سوره فجره. فعمل انسان ازا مبتلا رب او فاکرمه او و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما ازا مبتلا فقدر علیه رزقه فیقول ربی احانن. بعضی از بنده های خدا یه جوری هن ها، اگه خدا تحویلشون بگیره، نعمتهای مادی بده، میگن عجب خدای نازنینیه، عجب خدای خوبی ها، از این خدا بهتر وجود نداره. نعوذ بالله اگر خدا یه ذره شیر رو سفتش کنه، به اینا خلاصه امکانات مادی کمتر برسه، یکم مشکلات برسه، میگن مثل که خدا با ما دشمنی داره. نعوذ بالله. توکل یعنی زینب کبرا. خدا هر چی بلای موجود بود بر سر زینب ریخت، امتحاناتش ریخت، ولی زینب سلام الله علیها نگفت خدای چرا به من این کارها میکنی، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من از خدا چیزی جز زیبایی ندیدم. توکل معناش اینه، توکل معناش اینه اگر توی کوره بلا هم انداختنه، بازم بگو الهی شکر. بریم با سراغ حضرت ابراهیم یه بار دیگه. حضرت ابراهیم به سفارش خدا رفت بتا رو شکست. خب هر کی بتا رو بشکنه چیکارش میکنن؟ اون زمان مجازات عمومی، انداختن توی آتش. همین که میخوان بندازنش توی آتش، با منجنیق هم انداختن. ملائک مقرب خدا اومدن تو راه کمک ابراهیم بکنن. ابراهیم میخوای کمکت کنیم؟ گفت اما الیک فلا، با شما کاری ندارم. حضرت جبرئیل گفت ابراهیم یه چیزی بگو به خدا بگم. گفت علمه به حالی کفا ان مقالی، خدایی آدرس رو به من داده، میدونه وضع من چطوره، نیازی نیست من چیزی بگم. الله اکبر، الله اکبر. جبرئیل اصرار کرد ابراهیم یه چیزی بگو. میگن حضرت ابراهیم داره میره تو آتیش، شروع کرد به قول ما کفکش خروس خوندن ها، با خدا عشق بازی کردن. این ذکر آهسته میگم خیلی مجربه ها، این ذکر هر کی گرفتاره ها خیلی مجربه. یا الله و یا احد و یا فرد و یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر، الله اکبر. کسی که تو بلا بیفته گله از خدا نکنه، تکلیف برای خدا مشخص نکنه. همین که جمله حضرت ابراهیم تموم شد، خطاب بلند شد، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. ای آتش، ابراهیم امتحانش خوب داد، سرد بشو برای ابراهیم. آی مردم، هر کی به خدا اعتماد کنه، خدا بدشو نمیخواد. لذا خواهش میکنم وقتی دیدن مریض میرید، نگید خدا بد نده، خدا به هیچ کی بد نمیده. هر کی به خدا توکل کنه، نمیگه خدای چرا این کارا رو با ما میکنی، نمیگه خدای چرا منو داری فتیل پیچم میکنی، میگه خدای هر چه تو میپسندی منم میپسندم.
به دعای امام زمان مریضا منظورین ملتمسین لباس عافیت بپوشان، اموات شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما.